شما چندین مقاله در یک دو ماه گذشته منتشر کردید که همه آنها خواندنی است و سرشار از اطلاعاتی است که از پرونده های عاملان قتل های زنجیره‌ای در آمده است. یکی از آنها مربوط به قتل فروهر هاست. من میخواستم ببینم که در این پرونده آیا ثابت شده است که عامر، کسی که امر داده به قتل فروهرها، این معلوم شده کیه؟ چون که ما در تاریخ 18 دی 1377 در نماز جمعه از آیت الله خامنه ای شنیدیم، البته جملات فراوانی گفته است، شنیدیم که گفت اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی باشد، دشمنان خودش را میکشد، چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟ مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن این فتنه های سال 60 دشمن ما شد، اما دشمن بی خطر و بی ضرر. بینی و بین الله فروهر و همسرش دشمنان ما بودند، اما دشمنان بی ضرر بی خطر. اینها هیچ ضرری نداشتند، نه به جایی وابسته بودند که ما آن را می دانستیم و نه اقتداری داشتند، حزبی با عناصر خیلی معدودی داشتند. بفرمایید که شما نقش آیت الله خامنه ای رو در قتل این دو تن در پرونده ها دیدین؟ ببینید، مستقیما آنچه رو که من در سه مقاله پیاپی درباره قتل های زنجیره ای نوشتم، که مقاله اول درباره قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر هست و دومی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و سومی اختلاف معبر میگرده عمدتاً به اختلافات درونی ماموران دستگاه اطلاعاتی و وزیر اطلاعات و اینکه در پی کشتن اینها دیگه چه کارهایی رو میخواستن بکنن. واقعیت این استش که به طور مستقیم از نقش آیت الله خامنه ای در این پرونده، که یک بخش بسیار کوچکی از مجموعه پرونده است، در اونجا سندی من ندیدم، نه. اما چیزی که مهم هست رابطه منطقی و حقوقی است که در این ارتباط اداری وجود داره، به این معنا که این اعتراف اون آنچه که آمده مستند هست به اعترافات آقای عالی خانی، کسی که مأموریت پیدا میکنه از طرف آیت الله قربان علی نجف آبادی، دوری نجف آبادی، که دست به این قتل ها بزنه و اینو خیلی صریح و آشکار میگه، میگه که ما رفتیم با دوری و دوری نجف آبادی نشستیم صحبت کردیم و او به ما گفت که برید اینا رو بکشید و ما رفتیم به چون اون گفته بود این کار رو کردیم و کشتیم، خودمون اصلا کاری نبودیم و اسامی افراد بسیار زیادی رو ردیف میکنه که جزء کادرهای دستگاه اطلاعاتی و زیر مجموعه اونها بودن که هر کدوم نقشی داشته و تمام این جزئیات رو بیان میکنه. آنچه که مهمه این استش که وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی همواره میبایستی یک فقیه یا مجتهد باشه و معمولا کسی انتخاب میشود که میبایستی از طرف رهبر مذهبی نظام مورد تایید قرار گرفته باشه و این یک مسئله است که اگر ایشون مورد تایید مقام رهبری برای مقام وزارت اطلاعات و امنیت بوده است، پس میتوان حد زد که اقدامات و فعالیت هایی رو که ایشون کرده، دوری نجف آبادی کرده، با
تایید رهبر بوده است. به اضافه یک مسئله دیگه که این نظریه رو تایید میکنه، اونم این استش که پس از دوره پایان دوره وزارت آقای دوری نجف آبادی که در طبق اظهارات عالی خانی در پروندهش میگه ایشون به ما دستور داد و ما رفتیم اینا رو کشتیم، و البته ایشون بعدن میگه که من گفته بودم که برید همه اینها رو یه جا بگیرید یه جا بکشید که کار یک جا تمام بشود، و اینا رفتن تک تک کشتن. البته عالی خانی میگه این چنین نبوده است، تک تک ایشون نام بود که برید کیا رو بکشید و ما رفتیم کشتیم. حالا فرقی نمیکنه چه شما 100 نفر رو یه جا جمع کنید به مسلسل ببندید یا یک بمب منفجر کنید بکشید، یا اینکه تک تک برید اینها رو به قتل برسونید. به هر حال خود دوری نجف آبادی بعدن در پرسش و پاسخی که ازش شده این رو میگه که گفته، بر همچنان که عالی خانی میگه که اون گفته. حالا بعد از پایان دوران وزارت ایشون خودشو کاندید مجلس شورای خبرگان رهبری میکنه، و خب در رابطه با ایشون که این پرونده هست و معلوم بوده که دست ایشون تو این قتل هاست، چگونه است که شورای نگهبان که همه رو نظارت استصوابی میکنه به یه همچین آدم جنایتکاری که مسئول و آمر دستور دهنده این قتل هاست اون رو از صافی از قربال نظارت استصوابی رد میکنه، و ایشون به این باید توجه کرد، ایشون اکنون عضو مجلس شورای خبرگان رهبریه که رهبر رو تعیین میکنن. البته ایشون تنها آدمی نیست به عنوان یک جنایتکار که عضو شورای خبرگان رهبریه، آقای فلاحی، علی فلاحیان هم عضو مجلس شورای خبرگان رهبریه، و در رابطه با علی فلاحیان حداقل دو پرونده دستگیری بین المللی، یکی در رابطه با ترور در برلین و یکی در رابطه با بمب‌گذاری در بوینس آیرس آرژانتین وجود داره که در اون در برلین 4 نفر کشته شدن و در بوینس آیرس 85 نفر به قتل رسیدن و بیش از 300 نفر زخمی و شدیداً زخمی و معلول شدن. خب اینا عضو مجلس شورای خبرگان رهبری هستند و رهبر انتخاب میکنه. به این دلایل منطقی میتوان حد زد که این جریانات با موافقت رهبر بوده است، و این صحبت هایی که شما این نقل قولی که از ایشون خوندید که این چنین گفتن، مگر تو هر حال مگر ما اگر دشمنان اونو بخوایم نابود بکنیم ولی چرا اینا رو نابود بکنیم که اینا با ما بودن و غیره، و اینا کسی نبودن، نیروی نبودن و غیره. خب جمهوری اسلامی در این 37 سال گذشته شما ببینید از بعد تأسیس تا کنون چقدر افرادی رو که تا دیروز با اونها بودن به قتل رسوندن. خود همین سعید اسلامی رو که اون زمان بعدن گفتن در زندانها داروی نظافت خورده است و در رابطه با همین قتل‌های زنجیری خودکشی کرده است، سعید امامی دستش مستقیما تو این جریانات نبود، بعدن توطئه میکنن طبق اظهارات عالی خانی و اون رو به عنوان عامل جریان میارن برای اینکه بسیاری از افراد دیگر رو از جمله یکی از معاونان وزارت اطلاعات و امنیت رو که مستقیما در این رابطه بوده به اسم آقای موسوی از زیر ضرب خارج بکنن و میندازن گردن اون. یعنی جمهوری اسلامی و این نظام همواره در طول 37 سال گذشته افراد خودش رو هم قربانی کرده، کسانی رو که تا دیروز یارشون بودن، مگر در سال 88 کسانی رو که به قتل رسوندن، کسانی رو که زندان کردن، کسانی رو که پرونده‌های سنگین براشون درست کردن، شکنجه کردن، کسانی رو که الان
در حصر هستن، مگه اینا یاران دیروز آقای خامنه‌ای نبودن و با هم دیگه کار نمی‌کردن؟ خب همه‌شون این کارو کردن. در نتیجه این سخنان نادرسته که ایشون گفته. به اضافه این که مگر در سال 67 1367 که در ظرف یک هفته بیش از 10,000 زندانی سیاسی ایران رو به قتل رسوندن، حالا آیت الله منتظری میگه 3400 نفر فقط از مجاهدین رو، حالا بگیم همون 3400 نفر که واقعیت نیست، ارقام به مراتب بیشتر از این هست، مگر اینها خطری داشتن در درون زندان برای جمهوری اسلامی؟ اینا که همه تو زندان بودن، اصلا هم که نداشتن، مأمور هم که بالا سرشون بود، دور تا دورشون هم که دیوار بود، خب چرا رفتن اینها رو گرفتن کشتن؟ مگر اینها چه خطر بزرگی بودن برای این؟ و یا بسیاری آقای موقعی که فریدون فرخزاد رو در آلمان در شهر کلن به قتل میرسونن، مگر فریدون فرخزاد چه خطر گنده‌ای، چه نیروی نظامی یا غیره رو داشت که اینا ازش ترسیدن و رفتن اونطوری با کارت به همون فرمی رو که فروهر رو با کارت کشته بودن اینم کشتن میکن؟ در نتیجه این حرفا برای گول زدن مردمه و واقعیت این استش که اینها چنین کردن و چنین میکنن و در آینده هم چنین خواهند کرد. خیلی ممنونم ازتون. آقای پرویز دستمالچی بفرمید که صحنه رو چگونه میبینید؟ الان چندیست که صحنه مبارزات گروه های مختلف به جنگ مقلوبه تبدیل شده. حالا البته هستند کسانی که بدبینانه میگویند که این جنگ جنگ زرگری است، اما در آستانه انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیاری هستند که حتی در درون مرز اظهارات دیگری، اظهار نظرهای دیگری دارند. شما چگونه میبینید؟ ببینید، به نظر من جنگ ابداً جنگ زرگری نیست، جنگیست واقعی به دلایل گوناگون، یک دلایل ایدئولوژیک دینی مذهبی داره و خوانش‌های گویا گوناگون از کتاب مقدس و یا تصورات گوناگون از حکومت اسلامی یا ولایت فقیه چگونه میبایستی باشد، و یکی هم دعواهای بسیار واقعی در رابطه قدرت یعنی زور و همچنین ثروت و زر، دعوا بر سر این هاست، دعوا بر سر این میلیارد هاییست از درآمدهای گوناگون کشور که بعداً الان، یعنی واقعیت جمهوری اسلامی این استش که در تمام مجموعه سالهای گذشته هر کس که اومده روی کار بعداً پرونده بقیه رو رو کرده و گفته که ببینید اونا چقدر دزدی کردن برای اینکه موقعیت خوش و صفت محکم بکنه، و هر کس که بعد از اون اومده پرونده های اون یکی رو رو کرده. این جریان رو شما در تمام این پروسه ها میبینید. دعوا بسیار واقعی است، دعوا بر سر قدرت، دعوا بر سر مقام و موقعیت، دعوا بر سر این استش که ثروت ها رو کدوم یک از بالایی ها به ضرر پایینی ها یعنی ملت به جیب خودشون بکنن و غیره. در نتیجه دعوا بسیار واقعی است. اصولگرایان که الان قدرت حقوقی و حقیقی در واقع در دست اونهاست، اینها دارای دو سنگر اساسی هستند، یکی شورای نگهبان، یکی هم مجلس شورای خبرگان رهبری است و مجلس شورای اسلامی هم به اونا اضافه میشه، ولی مجلس شورای اسلامی دارای آن قدرت و موقعیت حقوقی و حقیقی که دو مجلس شورای نگهبان و شورای خبرگان رهبری دارن نیست. شورای نگهبان به این دلیل اهمیت بسیار بالایی داره در مجموعه ساختار حکومت که یک، اولا
قانونگذاری عملا در دست او هست و اوست که میگوید در مملکت چه میبایستی چه قانونی تصویب بشود و یا نشود، برای اینکه اولا مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان که اعتبار قانونی نداره، دوم اینکه هر چی رو که مجلس یعنی نمایندگان فرض کنیم آزاد منتخب مردم که چنین نیست ولی فرض می‌کنیم باشه، هر چی رو که تصویب می‌کنه باید بره شورای نگهبان که نمایندگان رهبر، نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر در اونجا نشستن و 12 نفرن، اونا هستن اکثریت فقهای شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی رو در رابطه با تطابق اونها با احکام و موازین شهر مورد بررسی قرار بود. یعنی چی؟ یعنی شورای نگهبان 4 فقیهش قدرت قانونگذاری در دستش، علاوه بر این قوه قدرت قانونگذاری که عملا در دست اصولگرایان هست، شورای نگهبان بنابر اصل 99 قانون اساسی دارای حق نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شورای خبرگان رهبری و غیره است. در قانون اساسی در اصل 99 نیامده است که نظارت میبایستی استثوابی باشد، اما در اصل 98 میگوید که تفسیر قانون اساسی از حقوق شورای نگهبانه که با 3/4 آرا تصمیم میگیره. در نتیجه شورای نگهبان در سال 1370 نظارت بر انتخابات رو استثوابی دیده تفسیر کرد و نامه‌ای به مجلس نوشت و بعداً این بند تصویب شد و به ماده 3 قانون انتخابات واژه نظارت استثوابی اضافه شد. از اون زمان به این ور نمایندگان رهبر همه کاندیداها رو نظارت استثوابی یعنی صلاح دیدی میکنن که آیا اینا صلاح میدونن که این برود یا نه. در نتیجه شورای نگهبان از راه نظارت استثوابی کلید قدرت رو در دست داره، به این معنا که چه کسی رو اصولا راه بدهند برای انتخاب شدن که در انتخابات شرکت بکنه یا نکنه، و به این ترتیب اصولگرایان مجموعه کسانی رو که نمیخواهند، به غیر خودی ها اصلا کاری ندارن، غیر خودی ها که اصلا توی بازی نیستن، اونا رو در مجموع همه رو همینطوری با نظارت استثوابی یا بدون اون تمام جناهای حکومت توافق دادن که اونا نباشن و نمیذارن. مثلا فرض کنید که جبهه ملی رو همشون توافق دارن که نباشه، و یا فرض کنید سوسیالیست های ایران رو یا احزاب غیره رو، اینا رو همه رو آنچه که اینا نظارت استثوابی میکنن حالا خودی هاست، و این قدرت در دست شورای نگهبان اصولگرایان یعنی ولی فقیه پشتشه، برای اینکه اونا رو اون مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میکنه، مخالفان رو میذارن کنار. همین الان اگر که شما به ترکیب شورای خبرگان رهبری نگاه بکنید، 4/5 اعضای شورای خبرگان رهبری کنونی، حالا به افرادی اینه قربان علی دوری نجف آبادی یا علی فلاحیان که اصولا جنایتکار هستن کاری ندارن، بقیه شون رابطه شون با رهبر رابطه رئیس مرعوسیه، یعنی رئیس قوه قضاییه که عضو شورای خبرگان رهبری هست منتخب رهبر برای رئیس ریاست قوه قضایی، و یا بخش وسیع از امام جمعه ها که در شورای خبرگان رهبری نشستن همشون منتسبان رهبر برای امامت جمعه هستن. اینها این در واقع کلید اصلی قدرت نظارت استثوابی بر انتخابات، کلید اصلی قدرت اصولگرایان برای جلوگیری از ورود رقبا، حالا بگید اعتدالیون، اصلاح طلبان، هر چی،
اینا به درون این نهادهاست و الان دعوای اساسی که وجود داره بر سر این از اشغال کرسی های شورای خبرگان رهبری است و من فکر نمی کنم که شورای نگهبان به قول خودشون مهندسی رو در پیش بگیره در رابطه با انتخابات که مخالفان بتوانند در شورای خبرگان رهبری اکثریت رو به دست بیارن که از اون طریق احتمالاً حتی بتوانند در برابر سیاست‌های مقام رهبری بایستن. این که نوشتین باید ببینیم خطر در کجاست، واقعاً این خطر در کجاست؟ آیا در سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است که همه جا دست سعی می‌کنه دست داشته باشه؟ در واقع در هر دو جاست، هم در درون و هم در بیرون. اون مقاله اول خطر در کجاست یک بررسی تاریخی داره در رابطه با مقایسه است بین ولایت فقیهیان و وهابیان که این دو از همون فردای قدرتیابی ولایت فقیهیان در ایران مسئله به حمله به وهابیان و عربستان سعودی شروع شد و وهابیان در واقع وهابیگری که دین و ایدولوژی حکومت عربستان پادشاهی سعودی هست به همون اندازه بنیادگرایی هست حکومت دینی است که ولایت فقیه در ایران. فقط اینا دو جریان متفاوت در درون اسلام هستند. وهابیون از بخش اهل سنت مکتب حنبلی بیرون اومدن و خواهان حکومت اسلامی و احکام و اجرای احکام و موازین شرع هستند و همه چیز میبایستی بر اساس قرآن و غیره باشه. ولایت فقیهیان از بخش شیعیان مذهب دوازده امامی مکتب اصولی بیرون اومدن و هر دوی اینها در مجموعه جهان اسلام که 1,200,000,300,000,000 نفر میشن، هر دوی اینها یک گروهک کوچکی بودن. ولایت فقیهیان در مجموعه شیعه ایران و مکاتب گوناگون و غیره یک گروهک کوچکی بود که توانست در یک لحظه حساس انقلاب ایران قدرت رو به دست بیاره و با زور شمشیر و گردن زدن و ترور دگرباشان مهم نیست کی بتونه خودشو بر قدرت بر کرسی قدرت بشونه. وهابیان با آل سعود، با قبیله آل سعود وحدت کردن تا آل سعود بتواند با استناد به این حکم، با این اسلام وهابیگری جنگ بکنه و دست به توسعه خودش بزنه و بتونه اینو توجیه دینی مذهبی بکنه برای مردم. و وهابیان از این راه در رابطه با وحدت با آل سعود در واقع توانستن این گروهک بسیار کوچک رو بکنن دین رسمی حکومت عربستان سعودی که بعداً تشکیل میشه. حالا این دوتا هر دو حکومت اسلامی هستن، هر دو خواهان اجرای احکام و موازین شرع هستند، هر دو دشمنان دموکراسی، دشمنان آزادی، دشمنان حقوق بشر و مخالف حقوق زنان و آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند. یعنی در اساس فرقی نمی‌کنند، اما یک رقابت هست میان دیرینه، سابقه دینی مذهبی داره از زمان این جدا فوت حضرت محمد، الان در رقابت سیاسی هم در منطقه به اون اضافه شده که نمادش عربستان سعودی و ایرانه. جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که در واقع شیعه گری رو توسعه بده و همه جا
همه جا اهل سنت رو کنار میذاره و برای این کار این سیاست خارجی انجام میده و هم در عراق، هم در سوریه، هم در یمن و جاهای دیگه در باطلاقی فرو رفته که بیرون از اون اومدن اگر اصولا بتواند بیرون بیاید هزینه های بسیار بسیار سنگین مالی، جانی و غیره برای ایران داره. در درون جامعه ایران خطری که وجود داره این استش که جمهوری اسلامی به دلیل یک سونگری دینی مذهبی در واقع مجموعه دگرباشان دینی و مذهبی رو از قانونن رسمن علنن از نهادهای قانون اساسی کنار میذاره. مثلا فرض کنید ما در ایران 10 تا 15 میلیون، حالا بعضی هم میگن نه بیشتره ولی نمیدونم، حالا بگیم همون 15 میلیون اهل سنت داریم که از تمام نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی محروم هستن و این یک زمینه بسیار مساعدی رو در درون جامعه ایجاد میکنه برای پذیرش اندیشه های بنیادگرای وهابیون و یا کسانی که بخواهند بگویند که خیلی خوب اگر قرار است که ما در درون ایران باشیم، کار کنیم، مالیات بدیم، همه وظایف شهروندیمون رو انجام بدیم ولی از حقوق خودمون محروم باشیم، چرا میبایستی الزاماً با این واحد سیاسی باشیم؟ و این مسئله ای بود که در اثر سیاست های جمهوری اسلامی در عراق به وجود اومد. بخشی از این حکومت اسلامی یا داعش که امروز این چنین قوت گرفت، پا گرفت، مربوط می شود به نارضایتی اهل سنت در عراق که شیعیان پس از اینکه تونستن در عراق به کمک جمهوری اسلامی قدرت رو به دست بگیرن، مجموعه اینها رو از نهادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره کنار گذاشتن و اینها در واقع داعش رو و این گروه های تروریستی رو به عنوان نوک تیز نیزه‌ای بر علیه شیعیان دیدن و پشتیبانی کردن و این زمینه مناسبی به وجود آورد برای اینکه داعش بتونه رشد بکنه و این خطر وجود داره. داعشی ها بارها و بارها گفتن و جمهوری اسلامی هم بارها و بارها این رو غیر مستقیم تایید کرده، گفتن اگر قرار باشه ما در عراق، یمن، سوریه و جاهای دیگر با شیعیان بجنگیم، چرا این جنگ رو به تهران نبریم؟ و شما اگر به اخباری رو که وزیر اطلاعات و یا افراد فرماندهان سپاه در همین 3-4 ماه اخیر بیان کردن که در اینجا یه عده‌ای رو در رابطه با داعش گرفتن، در اونجا یه عده دیگر رو گرفتن، در اونجا از بمب‌گذاری جلوگیری کردن، خطر واقعی رو شما در ایران می‌بینید. اگر یه گروه تروریستی بدون وجود زمینه آماده در جامعه عمل بکنه، مثلا فرض کنید که ارتش آزادی بخش یا ارتش سرخ آلمان رو، خب این نتونست پا بگیره و بعد از یک دورانی هم تو همون هسته کوچیک چند ده نفره موندن و از بین رفتن و تموم شد و رفت، ولی داعش به این دلیل تونست در سوریه و عراق پا بگیره که این بدنه ناراضی وجود داشت. به همین دلیل سیاست های تبعیض‌گرای جمهوری اسلامی زمینه های مناسب نارضایتی رو به وجود آورده که این گروه ها می توانند این قاش تو اونجا رشد بکنند و این خطره هم در درون هم در بیرون. این نبرد با داعش از طریق نیروهای هوایی به نظر شما به جایی خواهد رسید؟ بستگی داره که اون جا رو چه تعریف بکنیم. ببینید واقعیت این است که از زمانی که یک اتحاد جهانی به وجود اومد بر علیه طالبان و القاعده در افغانستان و نیروهای با ماموریت
سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبری امریکا به افغانستان حمله کردن و طالبان رو 15 ساله میشه از قدرت پایین آوردن، بسیار فعالیت‌های توسعه و غیره انجام دادن، اما طالبان هنوز اونجاست و نه تنها ضعیف نشده بلکه قویه. همین امروز باز بمب‌گذاری کردن، انقدر قوی هست که این نیروهای ائتلاف نمیتونن از افغانستان بیرون بیان، برای اینکه نگران این هستن به مجردی که بیرون بیان طالبان دو مرتبه قدرت رو در افغانستان به دست بگیرن. و واقعیت اینه که در این 15 سال بمبارانی که این نیروها شدن، نیروهای بنیادگرای اسلامی هم گسترش بیشتری پیدا کردن و هم رادیکالتر شدن. یعنی اگر شما با طالبان روبرو بودید، بعدن القاعده شد حکومت اسلامی و غیره، و الان به اونا بوکو حرام و دهها از این سازمانهایی که یکی از یکی بنیادگراتر و وحشی‌تر هستن اضافه بکن. به نظر من دو کشور اساسی در دنیا وجود دارن که تولید کنندگان این بنیادگرایی هستن، یکی عربستان سعودی و این ایدولوژی وهابیسم و بنیادگرایی حنبلی، یکی جمهوری اسلامی و ولایت فقیهیه و این تولید ایدولوژی امامت واحد جهانی و اینکه ما میبایستی بریم تمام جهان و ابتدا کشورهای اسلامی و غیره رو همه رو زیر یک واحد جهانی امت ولایت فقیه درست بکنیم، و در این رابطه اقدام کردن و میکنن. این دو پشتیبانان اساسی و مراکز اصلی بحران این بنیادگرایی است. واقعیت این استش که تو همین سه سال گذشته تو همین دسامبر امسال نیروهای ائتلافی که بیش از 60 کشور هستند، کانادا، امریکا، بلژیک، آلمان، فرانسه، نمیدونم قطر، کویت، اردن، همه اینا بیش از 60,000 پرواز انجام دادن به روی این هدف‌های سوریه و عراق که 7,500 بمباران داشتن تو همین 3 سال گذشته. و با وجود این، حالا روس‌ها هم که بهش اضافه شدن و فرانسوی هم که رفتن، و این مسئله‌ای که صرفاً با بمباران کردن حل بشه نخواهد. من ارزیابی می‌کنم که منطقه خاورمیانه در 20 سال آینده و شاید 30 سال آینده دوچار همین بحران هاست خواهد بود. ببینید الان ما در بسیاری از جاها، همین تلویزیون در آلمان نشون میداد در شهر بغداد، شما تصور بفرمایید در شهر بغداد، ببخشید آقای مهندس یک دقیقه دیگه وقت داریم، بله، در وسط یکی از این خیابون ها یک دیوار بلند طولانی کشیدن، یک طرف شیعیان زندگی میکنن، یک طرف اهل سنت، دعوا و این رو یک بخش اصلیش رو جمهوری اسلامی دامن زده. خیلی ممنون از شما. فرصت کم بود، سوال بسیار است. به هر حال باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد آقای مهندس. امیدوارم که موفق و موفق‌تر باشید در پژوهش‌های خودتون. ما مقالات شما رو مرتب میخونیم، بسیار جالب و سرشار از داده هاست. ممنون ازتون، شب و روز شما خوش.